آدینه 26 خرداد ماه 1396 خورشیدی برابر است با 16 ماه جون یا جوان 2017 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید، صمیمانه ترین درودهای من و همکار خوبم آقای سپهر، کارگردان فنی برنامه، رو بپذیرید. مهمان ارجمند برنامه امروز آقای دکتر عباس میلانی هستند. مسافرت بودند، متاسفانه فرصت نشد هفته پیش باشون صحبت بکنیم، این هفته در خدمتشون خواهم بود. نکات فراوانی هست که در مورد سیاست داخلی امریکا باشون در میون خواهم گذاشت، مسائلی که پیرامون انتخاب بازرس ویژه برای رسیدگی به لااقل میشه گفت شایعاتی که هست و یا مسائلی که مطرحه در مورد دخالت روسیه در انتخابات اخیر امریکا، مسئله اخراج آقای کومی رئیس سابق FBI، در مورد داماد آقای دونالد ترامپ و معاملاتی که انجام میداده با روسیه و ارتباطاتی که با سفیر روسیه یا صحبتها و قرارهای ملاقاتی که با سفیر روسیه داشته و یک بانکدار خیلی معتبر روسی، در مورد صحبتهایی که آقای سشن در جلسه ویژه سنا مطرح کردند صحبت هست. آقای پنس و آقای دونالد ترامپ وکلایی رو برای خودشون استخدام کردند که اگر این جریان ادامه پیدا بکنه، که به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد، از آقای دونالد ترامپ و احتمال ضعیف داره آقای پنس دفاع بکنند. یک حادثه شومی که اتفاق افتاد چند روز پیش و اون مسئله تیراندازی یک در واقع یکی از طرفداران دموکرات ها و کسی که در واقع در فعالیت های انتخاباتی به نفع کاندیدای دموکرات اقدام میکرده و فعالیت میکرده، با در دست داشتن اسلحه اتوماتیک حمله میکنه در جایی که عده زیادی از دولت مردان امریکا بودن، از جمله تعدادی از سناتورها و نمایندگان مجلس نمایندگان، در یک بازی تمرین بازی بیسبال و تیراندازی به یکی از سناتورها که متاسفانه تا این لحظه در بیمارستان هست و 3 بار تحت عمل جراحی قرار گرفته، و 2 نفر دیگر از مستحفظین و مامورین امنیتی که زخمی شدند، و مسئله مطرح شدن دو قطبی شدن جامعه امریکا که به شدت مطرحه، و تعصبی که بعضی ها دارن در یک طرف از این دو طرف فرق نمی کنه. آقای این تیرانداز کسی بوده که از طرفداران آقای برنی سندرز بوده، و آقای برنی سندرز با یک صحبت خیلی محکم محکوم کرد اقدامی رو که او کرده و اون رو یک جنایت واقعی قلمداد کرد. این موضوع باعث شده که عده‌ای بسیار امیدوارند که دو طرف، یعنی با ایدئولوژی ها و نظرات متفاوت، بتونن با هم کنار بیان و به صورت بایپارتیزان و یا دو حزبی بتونن نظرات همدیگر رو بپذیرن، بدون اینکه رجزخوانی بکنن، بدون اینکه خشونت رو تبلیغ و تایید بکنن. این مسائلی است که الان در جامعه امریکا خیلی مطرحه. طرفداران آقای دونالد ترامپ به شدت از اقداماتی که داره میشه برای بررسی مسائلی که مطرح کردم برآشفته هستند، و این گونه مسائل که همه این اگر فرصتی دست بده در طول صحبتم با آقای دکتر عباس میلانی به همه این نکات خواهم پرداخت. با ما باشید. می رویم و می نشینیم پای صحبتهای همیشه پر از اطلاع و آموزنده آقای دکتر عباس میلانی. بینندگان گرامی، با پوزش از این که من هفته قبل نتونستم در خدمتتون باشم،
و خوشحالی از این که همونطور که در آغاز برنامه اعلام کردم امروز در خدمت جناب دکتر عباس میلانی هستم، صحبتم رو با ایشون شروع میکنم. سوالات فراوان و فرصت مثل همیشه کوتاه. آقای دکتر میلانی سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. سلام به شما قربان و به همه بینندگان عزیزتون. من بایستی هم از شما و در واقع از بینندگانتون پوزش بخوام، برای اینکه خلف وعده من بود، قرار بود من با شما باشم ولی سفرم برنامهش تغییر پیدا کرد و نتونستم به موقع به شما خبر بدم. بی‌نهایت افتضاح میکنم آقای دکتر. آقای دکتر میلانی شروع میکنم از شرایطی که روز به روز داره پیچیده تر میشه در امریکا که من و شما زندگی میکنیم و در واقع این پولاریزیشن، این قطبی شدن جامعه امریکا که به زعم بسیاری از تحلیلگران بی سابقه است و یه نمونهش همین تیراندازی به آقای اسکلیس بود که در اون تمرین بیسبال و این مسابقه ای رو که هر سال بین ریپابلیکن ها و دموکرات ها، جمهوری خواه ها و دموکرات ها برای جمع‌آوری پول برای بعضی کارهای خیریه انجام میشه و خب خوشبختانه با دخالت پلیس و ماموران امنیتی خیلی زود خاتمه پیدا کرد، میتونست به یه فاجعه بزرگ تبدیل بشه و خود این باعث شده که یه مقداری الان اون تفاوت‌ها و اون رجزخوانی‌هایی که بین دو گروه ریپابلیکن و دموکرات بود یه مقداری فروکش بکنه و شاید یه بیدار باشی با یا زنگ خطری بود برای اونها. و این موضوع رو که میبینیم که آقای ترامپ به شدت از مسائلی که داره میگذره عصبیه و معتقده که و طرفدارانش به شدت به این اعتقاد هستن که دارن براش پرونده سازی میکنن، تمام اینها نوعی در واقع دنبال مسائل واهیست که پایه و اساس نداره و در واقع خودش رو قربانی میدونه در این رابطه و اینکه این رسانه ها به خصوص نمیذارن که او به اقداماتی که قول داده و مسائلی رو که مطرح کرده بپردازه. نظرتون رو میخواستم بدونم. من فهم کنم اولا در اینکه جامعه تا حدی دو قطبیست، من فهم کنم متاسفانه این واقعیت داره. برخلاف اون چیزی که طرفدارای آقای ترامپ میگن، فقط جناح دموکرات و جناح منتقدی ایشون نیست که جامعه رو دو قطبی کرده و حتی دعوت به خشونت کرده، که هر کی بکنه غلطه. ولی یاد اون نره که خود آقای ترامپ در یه جلسه انتخاباتیش وقتی یه کسی علیه شعار داد، دعوت کرد که بزنن تو پوک این طرف، گفت اگر چرا نمیزنید، گفت بزنید و اگر تعقیبتون کردن من خرج تعقیبتون و وکیلتون رو میدم. هم اون غلطه، هم هر تحریکی به خشونت که دموکرات ها و طرفداران چپ کرده باشن. به نظر من این ادعای آقای ترامپ که این فقط منتقدین ایشون هستند که در یک پرونده واهی رو دارن تعقیب میکنن، خب درست نیست. 98 سناتور از 100 سناتور آمریکایی رأی دادن که روسیه رو به جد تحریم بکنن به خاطر دخالتش در انتخابات آمریکا. یعنی این دیگه توهمه یه منتقد نیست که بگن دخالت کرده. هیچ شاهدی تا به حال نبوده که نتیجه انتخابات رو الزاماً عوض کرده یا مستقیم دخالت در شمارش آرا کرده، ولی در این که عمدن آشکارا به جد و به وسعت سعی کرده به ضرر خانم کلینتون کار بکنه، در این که به گمان من شکی نیست. آقای ترامپ به جای این که به گمان من به جای این که هی بگه این توهمه، این یه توطعه است، باید به کار خودش ادامه بده و بذاره فرایند قانونی دنبال بشه. هرچه ایشون بیشتر توییت میکنه، هرچه بیشتر حمله میکنه،
به هر کسی که ازش انتقاد میکنه، به گمان من آتش این ماجرا رو بیشتر خواهد کرد، با تهدید و با ارعاب و با بدخوندن آقای مولر. مثلا در یکی از این توییتراش در 24 ساعت اخیر گفته آدمای بدی در پی تعقیب من هستن. مولر یکی از معتبرترین اشخاص در واقع قوه قضایی این مملکت، رئیس FBI بوده، دادستان بوده، معتبره، هم جمهوری خواه بهش اعتقاد دارن هم دموکرات ها. تنها راش به گمان من برای اینکه این موج بدتر نشه اینه که اجازه بده این فرایند قانونی طی بشه و نتایج دقیق گرفته بشه. من فکر نمی کنم با تهدید یا با توییت این مسئله رو میتونه حل بکنه. آقای دکتر، شایع شده بود که یکی از دوستان نزدیک آقای ترامپ علناً در رسانه ها اعلام کرد که آقای ترامپ میتونه و امکان داره که، امکان زیاد داره که آقای مولر رو برکنار بکنه، اخراج بکنه از کاری که بهش محول شده. این در حالی است که همونطور که اشاره کردید، آقای مولر کسی است که علی رغم اینکه دوران ریاست FBI 10 ساله، 2 سال اضافه ازش خواستن خدمت بکنه و جمعاً 12 سال به خاطر حسن عملش و صداقت و روشی که داشت از وجود او استفاده شد. در همونطور که اشاره کردید کابینه‌های مختلف 2 سال بعدش مثل اینکه در کابینه آقای اوباما بود. دقیقاً. به هر حال این دوباره امروز این موضوع فروکش کرد، یعنی سخنگوی کاخ سفید گفت چنین چیزی نیست و نه چنین تصمیمی ندارن آقای دونالد ترامپ. امروز این موضوع دوباره تازه شده که آقای ترامپ حمله شدیدی کرد با آقای روزنستین که در واقع کسی است که این مأموریت رو برای بازرس ویژه یعنی آقای مولر در نظر گرفته و گفته میشه که نه تنها ایشون حمله کرد به آقای روزنستین، که جالبه که کسی که به من توصیه کرد که آقای کومی رو بیرون بکنم الان آمده یک کسی رو انتخاب کرده که علت اخراج آقای کومی رو بررسی بکنن. خیلی جالبه، یعنی این با تعجب این موضوع رو اعلام کرده و به تعقیب این توییت گفته میشه که ممکنه ایشون یک در واقع کاری بکنه که شبیه همون فاجعه یا کشتار ساتردی نایت یا شنبه شب زمان آقای نیکسون در سال 73 باشه. چیه نظرتون؟ واقعا امکان داره که هر دوی اینها رو، یعنی هم آقای مولر هم آقای روزنستین رو، آقای دونالد ترامپ با اختیاری که داره، یعنی قانونا این اختیار رو داره که انجام بده، این دوتا رو بیرون بکنه؟ ببینید، اینکه اختیار قانونی داشته باشی یا اینکه امکان سیاسی باشه، اینا دو تا چیز متفاوته. آقای ترامپ اشتباه محاسبه کرد. الان اسنادی در اومده، شایعاتی، صحبت‌هایی هست که میتونه کومی رو با دردسر سیاسی اندکی اخراج بکنه. دیدیم که غلط از آب در اومد. اگر بره در جهت بیرون کردن هم آقای مولر هم معاون وزارت دادگستری، به گمان من اشتباهی از نوع اشتباه نیکسون خواهد بود. خیلی ها گفتن که نوعی خودکشی سیاسی است و به نظر من اون صحبت اول دوستش تلاشی بود برای اینکه فضای عمومی رو بسنجن ببینن چگونه است. من فکر میکنم خیلی از جمهوری خواها، میدونم خیلی از جمهوری خواها در خلوت، در خیلی در جلوت گفتن که این کار خطاست، غلطه از لحاظ سیاسی، حتی اگر از لحاظ قانونی درست باشه. گرفتاری آقای ترامپ این است که این توییتشون با صحبتی که در تلویزیون کردن کاملا مغایرت داره. در اونجا در صحبتی که با آقای هولت کردن به صراحت گفت که نه، من از پیش تصمیم گرفته بودم که اینو اخراج بکنم، ربطی به توصیه معاون دادگستری نداشت. یعنی این ضد و نقیض‌گویی هاست
که بعدها اگر کار پیش پیدا کنه که به گمان من پیش پیدا خواهد کرد، باعث دردسر آقای ترامپ میشه. اگر آقای ترامپ یه مقداری بگذاره دوباره اندکی این توییت بازی ها رو هم بکنه، یا این حرفای ضد نقیض رو نگه، یعنی در مورد اخراج کمی، شما اگر به گفته سخنگوهای کاخ سفید، به گفته‌های متناقض خود آقای ترامپ از توییتش بگید تا اون چیزی که در مصاحبه با هولت گفت، من توصیه میکنم طرفداران آقای ترامپ برن مصاحبه با هولت رو ببینن، اونجا به صراحت میگه که نه، من قبل از اینکه اینا بگن میخواستم اینا اخراج بکنم چون فکر میکردم که کفایت نداره. بعد به اشتباه گفت که معاون وزارت دادگستری به من گفت بودن که این در میون کارمندای اف بی آی مشروعیت خودش از دست داده. و اف بی آی و آقای دکتر ببخشید بین صحبتتون، ولی اشاره کرده بود که در اثر عدم کفایت کمیت اف بی آی در یک هرج و مرج و بلبشوی اداری قرار داره. و بعد و اون کسی که از قولش اینو گفت، بعد در حالتی قسم خورده بود در سنا، گفت چنین چیزی نیست، گفت آقای کمی از حمایت وسیعی در اف بی آی برخوردار بود. یعنی این ضد و نقیض هاست. و ببینید به هر حال آقای ترامپ به گمان من متوجه هنوز نیست که دولت آمریکا شرکت خصوصی نیست که با تشر رئیس همه جا بزنن چون کارمنداش هستن. نه، اینا کارمندای دولت هستن، قسم به قانون اساسی خوردن، وفاداریشون به قانون اساسی است و نه به یک فرد. و من هنوز فکر میکنم هیچ کسی میدونه، من که قطعا نمیدونم، که آیا واقعا جرمی که بشه برکنارش کرد مرتکب شده یا نه. ولی میدونم که با تهدید و با توییت این مسئله حل نخواهد شد، این یه پروسه قانونی خواهد داشت. و اگر میخواد آقای ترامپ بمونه سر کار، به گمان من راش این است که به جای تهدید، به جای اخراج، بگذاره این فرایند طی بشه. هم کنگره متوجه خواهد شد، هر مردم متوجه خواهند شد که آیا جرمی اینجا صورت گرفته یا نه. ببینید در واترگیت، ماجرای واترگیت، این دیگه الان یک قول بسیار بسیار پذیرفته است که به مراتب بدتر از اون جرمی که اتفاق افتاد، تلاش برای جلوگیری از فرایند قانونی بود. یعنی جرمی که اتفاق افتاد، دو سه نفر به پول کاخ سفید رفته بودن وسایل استراق سم کار گذاشته بودن در دفتر حزب دموکرات. اگر نیکسون سعی نمی کرد به اصطلاح این قضیه رو به قول آقای خامنه‌ای رسانه‌ای نکنه، اگر سعی نمی کرد جلوی به اصطلاح تعقیب قانونی این افراد رو بگیره، اگر سعی نمی کرد این کار رو بکنه، یعنی به قول پرده پوشی نمی کرد، کاور اپ به قول آمریکایی‌ها نمی کرد، لاپوشانی نمی کرد، پرده پوشی هر چیزی، چه بسا که رئیس جمهور می بود. یعنی من خیلی از کاری که ترامپ کرد، نیکسون کرده بود، یعنی تشکیلات نیکسون در دستگاه مخالف، دستگاه استراق سم کار گذاشته بود، کارهای شبیه به این رؤسای جمهور دیگه در انتخابات دیگه کرده بودن و قصر در رفتن. ولی این یک کار به خصوص همین لاپوشانی بعدش چیز شد. الان هم هرچی اینا بیشتر سعی در لاپوشانی بکنن، به گمان من کار آقای ترامپ رو بدتر میکنن. بهترین کار یافتن حقیقت از طریق قانونه و عدم قضاوت قبل از اون. دکتر میلانی، 96% کسانی که به آقای دونالد ترامپ رأی دادن مجدانه و با جدیت کامل از کاراش دفاع میکنند و معتقدند که این یک
پرونده سازی هست برای آقای دونالد ترامپ، همونطور که در آغاز صحبتمون عرض کردم خدمتتون، و دارن کارشکنی میکنن، نمیذارن اقداماتی رو که میخواد انجام بده انجام بده. در این رابطه عده‌ای معتقدن که آقای دونالد ترامپ با تمام وجود داره سعی میکنه آنچه را که اوباما رشته بود پنبه بکنه، و امروز در همین لحظاتی که من و شما داریم صحبت میکنیم قرار در میامی که جمع بزرگی از کوبایی ها، آمریکایی کوبایی ها یا کوبایی آمریکایی ها حضور دارند، اون اقداماتی رو که در مورد کوبا اوباما انجام داد اون رو هم خونسا بکنه. چیه نظرتون؟ والا هنوز زربن حداقل برای من روشن نیست که چه مقدار از اون کارها رو، یعنی سیاست اوباما در مورد کوبا رو خونسا خواهد کرد. به یه روایتی شاید یه تغییر یه جزئی است، بله جزئی، بله یعنی جزئی باشه، غیر از این سوای یک بازندیشی کامل. در بعضی موارد هم ناچار شده به نظر من یا تصمیم گرفته که سیاست اوباما رو ادامه بده. مثلا در مورد مهاجرت همین امروز اعلام کردن که سیاستی که تا به حال به نظر می آمد داشتن دنبال میکردن، یعنی اخراج فرزندان کسانی که به طور غیرقانونی وارد آمریکا شده بودن، به اصطلاح دریمرز، اونهایی که آمده بودن اینجا و میخواستن در اینجا زندگی درست کنن و به هر حال بچه بودن اینجا به دنیا آمدن، انتخابی نکرده بودن ولی پدر مادرشون غیرقانونی آمده بود، دولت ترامپ در چند هفته اخیر بعضی از اینها رو بازداشت کرده بود و تلاش داشت میکرد که اخراجش کنه. امروز اعلام کردن که اونها رو در ادامه سیاست اوباما اجازه خواهند داد که در اینجا بمونه، که خیلی تصمیم به گمان من عالی بود و خیلی ها رو خوشحال کرد و خیلی از این کسانی که در استراب زندگی میکردن از استراب امیدوارم در اومده باشه. ببینید دوباره مسئله این واقعیتی که در خیلی از زمینه ها هنوز ما نمیدونیم سیاست دولت ترامپ چیه. ببینید در وزارت امور خارجه تقریبا تمام پست‌های مهم معاون وزیر مدیر کل خالی است و آقای تیلرسون دوباره همین یکی دو روز اخیر اعلام کرده که شاید تا آخر سال هم کاندیداهای جدیدی برای این پست‌ها معین نکنه. خب نمیشه وزارت امور خارجه یک کشوری مثل آمریکا با فقدان برخی از مهمترین مدیر کلها و وزارت معاونان وزیر اداره بشه و صدمه به سیاست آمریکا نخوره. شما نمیتونید سیاست ایرانتون رو تنظیم بکنید و مدیر کل و معاون بخش خاورمیانه نداشته باشید. یعنی این تصمیمات که به گمان من پیامدهای هر روز بیشتری داره و در زمینه‌های مختلف هم شما این رو می‌بینید، و از همه بدتر به گمان من این تلاش خود آقای ترامپ است برای اینکه تمام این ماجرای روسیه و از اون مهمتر، به مراتب مهمتر از اون، ماجرای امکانه، دوباره تأکید میکنم که هنوز اثبات نشده، بله، امکان این که ایشون سعی کرده از طریق FBI از طریق برخی دیگه نهادهای امنیتی جلوی این تحقیقات رو بگیره. اگر اون ثابت بشه من بعید میدونم که بتونه بمونه سر کار. آقای دکتر در مورد کوبا اشاره که کردید که رب پیدا میکنه به این نکته که الان عنوان کردید، گفته که سفارت امریکا در کوبا باز میمونه ولی سفیر نخواهیم داشت. این برمیگرده به همون نکته‌ای که اشاره کردید در مورد وزارت خارجه. آقای دکتر، آقای جف سشن به قول این مفسرین اینجا رفتن در جلسه ویژه سنا و پاسخ دادن به سوالات، قرار بود در مجلس نمایندگان هم حضور به هم برسونن که نرفتن و معاون خودشون رو فرستادن. نظرتون چیه راجع به صحبت‌هایی که کردن و جواب‌هایی که دادن؟
من فکر میکنم دوباره در اون مورد هم نکاتی هست که تا روشن نشه مسئله حل نخواهد شد. ممکنه چه بسا که هیچ اتفاق غیر قانونی یا هیچ اتفاق غیر موجهی، برای اینکه گاهی ممکنه یه دیداری کاملا غیر قانونی نباشه ولی موجه هم نیست. یعنی اگر شما مثلا جزء افراد خیلی مهم دوران گذار از آقای اوباما به آقای ترامپ هستید، اونچنان که آقای سشن بوده، ممکنه دیدار با یه مثلا کسی که فعال به نفع روسیه هست، لابیست روسیه هست، خلاف قانون نباشه، ولی حالت خوبی نداره دیگه. تا وقتی که این مسائل حل نشه گمان من این اختلافات ادامه پیدا خواهد کرد. و دوباره برگردیم به نقطه‌ای که در مورد طرفداران آقای ترامپ گفتید. درسته که طرفداران سرسخت ایشون 90 و چند درصدشون هنوز دفاع سرسخت از ایشون ادامه میدن، ولی تعداد کسانی که ازشون طرفداری میکنن هر روز داره ریزش میکنه. یعنی من فهم میکنم کاخ سفید هم نگران این قضیه هست و نمیشه. تا به حال سیاست آقای ترامپ این بوده که روی در واقع حفظ اون مصممترین طرفداران خودش تاکید بکنه و خیلی از حرفاش دقیقا برای حفظ اون پایگاهه، ولی سوای اون پایگاه بسیار بسیار در واقع مصمم در دفاع از ایشون، یه تعداد دیگری هم دفاع کردن دیگه. یعنی فقط اون 35% طرفدار جدی آقای ترامپ نبودن، یه 15% دیگه هم از جمهوری خواها طرفداری کردن. اون رو الان داره به طور روزافزونی از دست میده، الان چیزی کمتر از 40% بله. مردم فکر میکنن که کاراشو داره خوب انجام میده، یه چیزی نزدیک به بالای 80% فکر میکنن روسیه قطعا در سیاست آمریکا دخالت کرده، یه چیزی بالای 70% فکر میکنن که آقای ترامپ تلاشی در جهت لاپوشونی این قضیه کرده. اینها آمار برای آقای ترامپ به گمان من قاعدتا نگران کننده است. متشکرم آقای دکتر میلانی. در مورد آقای دونالد ترامپ همواره گرفتاریاری که پیدا کرده پی سخنانی بوده که مطرح کرده، توییتایی بوده که روزانه به صورت روزمره هر روز که گذشته اینها رو در معرض دید عموم گذاشته که همونطور که باز اشاره فرمودید طرفداران زیادی داره همون توییت ها. و سر همین توییت ها هم که بحث زیادی هست که این کار نباید ادامه پیدا بکنه چون به ضرره. آیا این واقعا توییت هایی که ایشون عنوان میکنه نظر رسمی دولت و کابینه ایشونه یا اینکه نظر شخصی ایشونه یا اینکه خلق الساعه است؟ تمام این صحبت ها داره مطرح میشه در رسانه ها. ولی بعد از اینکه آقای کومی رو اخراج کرد، ایشون تهدیدی کرد که آقای کومی برو دعا بکن که این صدا مکالمات ما ضبط نشده باشه، ضبطی وجود نداشته باشه. در صحبت با آقای سشن و سخنگویان کاخ سفید، خبرنگاران تمام تلاشی رو که کردن به جایی نرسید و معلوم نشد که بالاخره آقای دونالد ترامپ این مکالمات رو ضبط کرده یا نه. هرچند که گفته میشه در زندگی قبل از ریاست جمهوریش این کار رو میکرده همیشه در صحبتهایی که با افراد داشته، و وقتی که خود او عنوان کرده این رو، الان یکی از اقداماتی که همین بازرس ویژه داره میکنه گفته که باید این نوار اگه وجود داره در اختیار قرار بگیره. خب خیلی راحت اگر یا امروز راجب مدارک با صحبت بود که تمام مدارکی که کسانی که توی این انتقال قدرت شرکت داشتن دارن باید در اختیار این بازرس ویژه بگذارن. آیا لاپوشانی و اینکه مخفی کردن اینها و نشون ندادن و رو نکردنش امکان پذیر هست یا قوانینی وجود داره که امکان یک چنین کاری وجود نداره؟ ببینید، اولا یادداشتایی که آقای کومی تهیه کرده بله کاملا وجاهت قانونی داره،
یعنی در دادگاه اونها در واقع اندکی کمتر اعتبارشون از نوار، یعنی یه کسی که در مقام ایشونه در زمانی که اون جلسه صورت گرفته آمده و فوراً شرح مبسوط اون رو نوشته و به چند نفر دیگه هم نشون داده که معلوم بشه که این در اون زمان نوشته شده، یعنی چیزی نیست که بعداً نوشته شده بگیم که تحریک شده یا خاطرش خاطی بوده. اینها از لحاظ دادگاه، از لحاظ شأن وجاهت قانونیشون، این نوع یادداشت در واقع چیزی کمتر از نوار اونها نیستن. دوباره آقای ترامپ شاید به لحاظ اینکه در دولت فدرال هرگز نبوده تجربه نداره و نمیدونه که این یادداشت بسیار بسیار یادداشت مهمی هستن و نوشته شده توسط یک حقوقدان هستن، یک وکیل هستن، یک دادستان هست، کسی که دادستان بسیار معتبری بوده، دادستان جمهوری خواه بوده. کومی آدم دموکراتیک نبوده، کومی مورد اعتبار جمهوری خواه بوده، کومی آدمی است که به عنوان دادستان جلوی بوش وایساده، یعنی آدم یه سابقه اعتباری داره. هر دادگاهی وقتی اون یادداشت رو نگاه میکنه با این سابقه به اون یادداشت نگاه خواهد کرد و مهمتر از نشون در واقع آوردن اون یادداشت ها نشون دادنش به چند نفر دیگه، و وقتی که ازش پرسیدن چرا این کارو کردی، شاید شگفت انگیز در این حرف روایت کومی این جملهش بود، گفت هم به لحاظ شرایط، هم به لحاظ حساسیت، هم به لحاظ این که میدونستم با کسی طرف هستم که ممکنه دروغ بگه. دروغ بگه در مورد رئیس جمهور آمریکا 5 بار آقای دکتر این چیزی گفته. یعنی میدونید اینها رو نمیشه به شوخی برگزار کرد. حرف آقای کومی هم حتما هیچ کسی نباید صرفا 100% قبول کنه. به هر حال اون عصبانی است، به طور بدجوری از کار برکنارش کردن. چرا اونجوری برکنارش کردن؟ چرا وقتی که در لس آنجلس بود برکنارش کردن؟ آیا حتما میخواستن برن دفترش رو وقتی که خودش نیست اونجا مهرمون بکنن اونچنان که کردن؟ اینها مسائلی است که موله و کسانی که دور و برش جمع کرده، من فهرست وکلایی که دور و برش جمع کرده میخوندم، یکی از یکی آدم زبده تریه و آدمایی نیستن که به این بادها بلرزن. آدمای صاحب نامی هستن در رشته و یک سرمایه کاری دارن و اون سرمایه به این آسونی هدر نخواهند داد، چه در محکوم کردن خیلی ساده ای آقای ترامپ، چه در جا زدن در مقابل تهدیداشون. هیچ کدومش به گمان من صورت نخواهد گرفت. دکتر وقتمون خیلی محدوده، من فقط گذرا میگذرم از این قضیه که در رابطه با نکاتی که اشاره کردید، وکیل یکی از وکلای آقای ترامپ که یک گروه وکیل رو الان بسیج کرده برای اقدامات آینده، و آقای پنس هم دیروز اعلام کرد که یک وکیل رو استخدام کرده که ازش در صورت که لازم باشه، مسئله جراد کوشنر مطرحه، مسئله کومی مطرحه، مسئله دخالت روسیه مطرحه، مسئله این نوارا و غیر و ذالک که اشاره شد. وکیل آقای دونالد ترامپ میگوید که افشای کاری که آقای کومی کرده افشاگری غیر قانونی و مدارکی رو منتشر کرده که حق نداشته منتشر بکنه. اینا مدارک محرمانه اف بی آی هست. و همچنین باز در این رابطه گفته میشه که آقای مولر کسانی رو که به عنوان همکار انتخاب کرده اکثرا دموکراتن و مغرضانه به این صورت جلسه، به این صورت قضیه نگاه خواهند کرد. اگه ممکنه مختصر اشاره بفرمایید که بپردازیم به بقیه سوالات. من فکر می‌کنم این طرفداران آقای ترامپ هستن که این ماجرا رو شروع کردن، به محض اینکه معلوم شد که مولر داره در جهت تعیین اینکه آیا لاپوشانی قانونی و منع قانونی سعی کرده آقای ترامپ انجام بده، که اون کار جدی است و کاری است که میشه خاطرش برکنارش کرد از ریاست جمهور،
به محض اینکه فهمیدن اون کار داره صورت میگیره، حمله علیه مولر شروع شد. مولری که مورد اعتماد هر دو حزب بود، بعضی از طرفداران صد فرپا قرص آقای ترامپ مثل آقای گینگریچ اومدن و شروع کردن، و خود آقای ترامپ یه گروه بدی، اسم بد استفاده کرد، آدمای بدی دارن منو تحقیق میکنن، که خب میدونید برازنده رئیس جمهور نیست و کسی هم به جدش به گمان من نمیگیره. اینا یعنی کار به نظر من از حدی که بشه با تهدید و تشر و حتی اخراج آقای مولر، اگه مولر رو اخراج کنه، به نظر من کار خیلی بیخش بیشتر خواهد شد. خیلی متشکرم آقای دکتر میلانی. اشاره فرموده بودید که مدارک جدیدی در مورد 28 مرداد و بقایای اون زمان منتشر شده، هرچند که به گفته آقای پروفسور آبراهامیان هنوز خیلی مدارکی رو که میباید در اون بعد از اون 30 سال که گذشته منتشر بکنن، CIA منتشر بکنه و در اختیار عام بگذاره، منتشر نشده. تا چه حد این مدارک اگر جناب عالی مطالعه کردید حائز اهمیت هست و چه چیزهای جدیدی رو درش میشه دید اگر فرصت کردید که ببینید؟ والا این کتابی است در واقع. بله بله. کتابی است که در اومده حدود 1000 صفحه است، دیروز در اومده و من قطعا همش رو نخوندم، ولی چون خیلی کنجکاو بودم اون قسمت مربوط به ماه مردادش رو که در واقع از آغاز مرداد است تا آخر مرداد بعد از 28 مرداد، اون قسمتش رو همه رو خوندم که ببینم آیا چیز عجیب تازه‌ای هست در این قسمت یا نه. در اون قسمت جزئیات تازه فراوانه، جزئیات جالب تازه فراوانه، ولی نکته اساساً تاریخی تازه‌ای حداقل من ندیدم. یعنی اینکه آمریکا سعی در برانداختن مصدق داشت واضح، همه تقریبا به غیر از یک معدودی از طرفدارای شاه که منکرش بودن کسی منکرش نبود. اینکه نکته‌ای که در این اسناد هست اینه که وقتی آمریکا به این تصمیم میرسه متوجه میشه که یه جریانی در داخل ایران هم داره سعی میکنه این کار رو انجام بده، ریاستش رو تیمسار زاهدی داره و اونها دارن سعی میکنن دکتر مصدق رو از طریق قانونی برکنار کنن. خیلی زود کاشانی به این قضیه میپیونده، اسناد بسیار جالبی در مورد نقش بسیار مهم کاشانی در این ماجرا هست، ولی مهمترین اسنادی که میتونه یه نکته مهم و حداقل به گمان من نکته بسیار مهم رو روشن بکنه، اونها در این مجموعه نیست و اون گزارش های روزانه فعالیت های سیاه هست. اون گزارش ها شامل قانون آزادی اطلاعات در آمریکا نمیشه، ولی دوباره از گزارش هایی که از خود دفتر سیاه در ایران میاد بیرون معلوم میشه که در 26 مرداد اونها به این نتیجه میرسن که تلاش برای برانداختن مصدق به شکست انجام میده و باید سعی کنند با دکتر مصدق کنار بیان، به همین خاطر هندرسون فوری برمیگرده به ایران. ولی طرفداران زاهدی به سفارت خبر میدن که ما هنوز فکر نمیکنیم این ماجرا تموم شده و فکر میکنیم هنوز امکانش هست، و ادامه میدن به این فعالیت ها و این فعالیت ها در جاهایی هماهنگ میشه با سفارت، در جاهایی هماهنگ نمیشه. یعنی در یه مقطعی مثلا تیمسار زاهدی دستور میده که فعالیت های نظامی که داره صورت میگیره به هیچ کسی خبر ندید، و سفارت میگه ما هیچ خبری نداریم که اینا دارن چی کار میکنن. این جزئیات یا مثلا نحوه برگشتن کرمت روزولت به ایران و تلاش هایی که میکنه برای اینکه حضورش در تهران رو پنهان بکنه، اینها نکات جالبی هستن، ولی حداقل تا اونجایی که من خوندم و میگم قسمت 28 مرداد، یعنی 20 اول تا 30 مردادش رو 29 مردادش رو کاملا خوندم، چیز اساسا که نگاه ما رو به ماجرا دگرگون بکنه من هنوز ندیدم. و دکتر اینا تطبیق میکنه با اون که شما در کتابتون اشاره کردید راجع به 28 مرداد، اینطوره؟
من در کتاب نگاهی به شاه قسمت مربوط به 28 مرداد که قسمت بسیار مفصلی هم هست، در اساس در مهمترین نکات تاریخی این اسناد معید اون نظر هست خوشبختانه. شما کاری که کردید همیشه روی مدرک و مطالعه خیلی طولانی مدت بوده. آقای دکتر میلانی، بپردازیم به فعالیت‌های مرکز در استنفورد و همچنین بورسی که برای دانشجویان داده میشه توسط عده‌ای از افراد با بدعتی که خانم حریری گذاشتن و اون به اصطلاح اسکالرشیپ یا بورسی که برای دانشجویان دوره دکترا هست، اینا مثل این که اتفاقا خیلی لطف کردید پرسیدید، برای اینکه چندین نفر به من ایمیل زدن، من میخوام اینو توضیح بدم دوباره. خواهش که ببینید ISF Iranian Scholarship Foundation بورساش مربوط به دوران لیسانس، دوره لیسانس، یعنی دانشجویانی که وارد یه دانشگاه 4 ساله در آمریکا شدن اونها میتونن تقاضا بکنن و اگر به اون سایتش ببرن میتونن شرایط رو ببینن، باید ایرانی الاصل باشن، به فرهنگ ایران علاقه داشته باشن، نیاز مالی داشته باشن، معدلشون 3.5 به بالا باشه و در دانشگاه 4 ساله آمریکا قبولی داشته باشن. اگر این شرایط دارن اون وقت میتونن تا سالی $10,000 و قابل تمدید برای 4 سال دوران لیسانس دریافت بکنن و سوای اینکه این بورس رو میگیرن گاهی از امکانات واقعا عجیبی که جامعه ایرانی داره درست میکنه میتونن استفاده بکنن. مثلا یکی از کسانی که ما یک گروه 6 نفره هستیم که اکثرمون دانشگاهی هستن، خانم حریری خودشون عضویت در اون رو دارن، 2 نفر دیگه که غیر دانشگاهی هستن، ولی بقیه کسانی که انتخاب میکنن اینها رو همه از استادای دانشگاه هستن. یکی از کسانی که در این شرکت میکنه، در این هیئت شرکت میکنه، خانم دکتر خندان کیومرسی هستند که یکی از اتباعی برجسته و یکی از رؤسای گروه ام دی اندرسون هستند که یکی از مهمترین مراکز مبارزه با سرطان در دنیاست، در تکساس. پارسال 4 از دانشجویانی که از ما بورس گرفتن برای ام دی اندرسون تقاضا فرستادن که تابستون در اونجا اینترن بشن. برای کسی که میخواد دانشکده پزشکی بره، انترن بودن در اونجا در دوره لیسانس خیلی امتیاز مهمی است. هر 4 نفر قبول شدن و به لحاظ اینکه دانشجوهای درخشانی بودن و به لحاظ اینکه خانم دکتر هم کمک کردن و این 4 نفر اونجا قبول شدن، یعنی یه امکان بسیار عظیمیه جامعه ایرانی ایجاد کرده. پارسال نزدیک $400,000 ما به دانشجو بورس دادیم و استدعای من اینه که ما این تا آخر ژوئیه فرصت تقاضا رو تمدید کردیم. اگر شنوندگان عزیز دانشجویی میشناسن که این شرایطی که عرض کردم رو داره، لطفاً بهشون راهنمایی کنید، به سایت ISF برش ببرن، به من ایمیل نفرستن، چون من فقط در اون پروسه‌ای که تقاضا میکنن بعدش در اون پروسه هستم، البته با کمال میل جواب میدم، ولی راه اصلی همونه. در از دانشگاه هم یه خبر بسیار خوشی دارم که فکر میکنم همه هنر دوستان ایران و تئاتر دوستان ایران و سینما دوستان ایران از اون خوشحال خواهند شد و اون این است که همکار عزیز من آقای بهرام بیزایی هفته آینده از دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند که بعد از کمبریج و آکسفورد سومین مهمترین دانشگاه انگلستان هست یا ممالک محروسه انگلستان هست، درجه دکترا دریافت خواهند کرد و این بسیار خبر بهجت اثری است و خیلی خوشحالم که یکی از معتبرترین دانشگاه های آمریکا قدر این هنرمند واقعا بی نظیر ایران رو شناخته و این دکترا رو به اون هفته آینده اهدا خواهند.
آقای دکتر تبریک میگم من به نوبه خودم و مطمئنم که بینندگان ما هم با من همراه هستن در این تبریک و واقعا اقداماتی که شد بعد از انقلاب در همین مرکز مطالعات ایرانی در استنفورد به همت شما و خانواده مقدم و سایر کسانی که اونجا واقعا این تسهیلات رو فراهم کردن و روز به روز چیزی رو که آدم شاهده و باعث غرور هست این که ایرانی وقتی که مطمئن باشه به یک نهادی از هیچ از خودگذشتگی کوتاهی نمی کنه. الان نمونهش در شهر لس آنجلس ما روز 4 جولای روز استقلال امریکا شاهد یک رویداد بزرگ هستیم که میتونه واقعا نشون بده ایرانی کی هست و چه هست و اون اقدامی است که به همت بسیاری از هموطنانمون با ایثار واقعا میشه گفته وقتی که متوجه عظمت و اهمیت این کار شدن کمک مالی کردند و قرار هست که یک شمایی از استوانه کوروش در یکی از با پرستیژ ترین محلات لس آنجلس به اسم سنچری سیتی یک جایی رو اختصاص دادن، یک نماد فوق العاده زیبایی رو درست کردن و پرده برداری خواهد شد و من فکر میکنم در یکی از روزهای آینده در برنامه‌های آینده با یکی از مسئولینی که جدا تو این کار سهیم بوده صحبت بکنم و همونطور که عرض کردم وقتی که به یک نهادی اطمینان پیدا میشه کمک ها سرازیر میشه از هر جهت و برعکس وقتی که اعتماد نیست میبینیم که هیچ کس پا پیش نمیگذاره. چیه نظرتون شما؟ واقعا این رو شما میبینید به عیان؟ 100%. یعنی واقعا من فکر میکنم جامعه ایرانیان مهاجر در آمریکا تا اونجایی که من اطلاع دارم واقعا یکی از سخاوتمندترین گروه ها هستن و دقیقا همونطوری که شما گفتی وقتی جایی باشه و احساس بکنن که کار درستی داره انجام میشه و پولشون به اون مصرفی که قراره میرسه سخاوتمندیشون بی نظیره. من این طرح رو از دور دنبال میکردم و میدونم که مقدار سرمایه لازم برای این کار کم نبود. بله. و همونطور که گفتید از اقصا نقاط آمریکا مردم از پول اندک تا پول گران گذاشتند و این کار صورت گرفت. ما اتفاقا هفته پیش در دانشگاه استنفورد 10 سال سالگرد ایران شناسی رو جشن گرفتیم، یه فیلمی در موردش درست کردیم که تا همین 2 هفته آینده در وبسایت خواهیم گذاشت و امیدوارم در یکی از برنامه ها با شما که هستیم خبر پخشش بدیم و اونجا میبینید که واقعا ما تمام این کار به همت ایرانیان در آمریکا صورت گرفته و در همین چند ماه اخیر چندین ایرانی خیر از خانواده قاسمیه بگیرید در شهر خود شما، از برادران تسلیمی بگیرید در شهر خود شما، دیگران از کانادا، خانم دریاباری، آقای مقدم، اینها در همین چند واقعا ماه اخیر اون چنان همت کردن، کمک کردن که ما بتونیم نمایش بیضایی رو صحنه ببریم، کنفرانس برگزار بکنیم، کلاسامون افزایش بدیم و کاری هم که در لس آنجلس داره میشه واقعا از اون کارهای موندگار و مایه افتخاره و یک تو دهنیست به امثال آقای خلخالی که در آغاز انقلاب 2 کتاب مرتکب شدند علیه کوروش، یکیش کوروش دروغین و آقای سعیدی سیرجانی با شجاعت شگفت‌انگیز در اون زمان جواب این مرد رو دادن یا مردک رو دادن و حالا میبینیم که جامعه ایرانی در مفهوم وسیعش در حفظ حرمت این شاه بزرگ چه کار عظیمی کرد. آقای دکتر میلانی بی‌نهایت سپاسگزارم، هر بار شما با خبرهای خوب و افتخارآمیز در برنامه لطف میکنید و حضور پیدا میکنید. امیدوارم خیلی سریع بتونیم بقیه اقداماتی رو که اونجا انجام میشه اینجا منعکس بکنیم از طریق این تریبون
و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و به سلام more power to you و خدا قوت. خیلی متشکرم. روزتون بخیر. خداحافظ. بینندگان گرامی، برنامه امروز گلگشت در اینجا به پایان رسید. منتظر اظهار نظرهای شما در ایمیلی که روی پرده تلویزیون میبینید هستم. روز و روزگار به شما خوش. تشکر مخصوص دارم از سپهر عزیز. خداحافظ.